الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان معزز، جوانان ارجمن، برادران اسلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت امروز در مورد ضرر رسانیدن به کسی، پیامدهای ضرر و اینکه در اسلام ضرر رسانی و اذیت از گناه‌های کبیره است و این هم یعنی حرمت ضرر رسانی و حرمت اذیت برای دیگران در زیر یک قاعده کلی که از زبان درفشان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روایت شده است که تقریبا تمام انواع ضرر در بر میگیرد. میفرمان لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. علما در مورد این دو کلمه یک جمله نحوی را تشکیل میدهد اختلاف نظر دارند یا تفاوت نظر دارند که آیا ضرر و ضرار به یک معنا است، افاده یک معنا را می کند و تکرار به خاطر تاکید است، و یا اینکه ضرر افاده یک معنا و ضرار افاده معنای دیگر را می کند. به هر حال بهترین تفسیر در مورد این حدیث شریف امام ابن رجب حنبلی رحمه الله بعد از ذکر آرای علما می فرماید که ضرر، کلمه ضرر ضاد درا یا دری، به معنای ضرر رساندن به کسی که شخص را ممنوع بسازد و هدف خود را به دست بیاورد. کلمه ضرار به معنای رسانیدن ضرر به شخصی در چیزی که به خود مضر کدام فایده مرتب نشود، فقط تلاش بورزد که همین شخص متضرر شود و به هدف خود نرسد. پس کلمه ضرر، ضرر رسانیدن به شخصی به خاطر او را محروم ساختن و او منفعت و مصلحت کسب کردن، و ضرار، ضرر رسانیدن به کسی که دو برای مضر کدام خیر و مصلحتی نباشد، فقط هدفش است که شخص از او مستفید نشد. مثال های زیادی در اسلام داریم. یک شخص طور مثال وقتی که خواستگاری می کند به یک خانواده مسلمان، شخص مضر می خواهد که توسط تخریب شخص خواستگار را از رسیدن به هدف منع کند و خود پیش کند. یک کس می رود خواستگاری یا کسی را روان می کند خواستگاری و شخص مضر قبل از این که جانب مقابل یا ولی یا اولیای دختر با پذیرن و یا پذیرفته باشن خواستگاری شخص را، یا مستقیم خودش با او شخص در تماس می شود
و یا افرادی را می گمارد که خواستگار تخریب شود. خب بیادر چی گپ است؟ تو خبر داری؟ با کی می خواهی خیشی بکنی؟ پس ولی دختر صرف نظر می کند در نتیجه تخریب همین شخصی مخرب یا مضر، و بعد از خودش اقدام می کند. ای به معنای ضرر شد. و همچنین کسی می خواهد چیز را خریداری بکند و جانب مقابل با ای یا موافقه کرده است یا نکرده است، شخصی مضر در اینجا دخالت می کند. و بیادر ای آدم هم می فهمی خب پول ندارد، شناخته همین شخص. یک انسان بد معامله است و کس پول نمیده، در حالی که انسان خوب است، انسان شریف است. یک انسان بد معامله است و کس پول نمیده، چی تو میخوای که موتر خود یا خانه خود یا زمین خود یا جایداد خود به این شخص ایلی مده خدمت بود. اینجا شخصی اول متضرر شد به خاطر از این که خود مطرح بکند. پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید ولا یخطب احدکم علی خطبه اخیه لا یبیع احدکم علی بیع اخیه ولا یخطب احدکم علی خطبه اخیه. یکی از شما نباید در وقتی که برادر مسلمانتان چیزی را خریدار می شود، پیش از اینکه صاحب مال و یا صاحب زمین یا صاحب خانه یا صاحب موتر با او موافقه میکنه یا نمیکند، به هر حال خودت دخیل بسازی تا اینکه او شخص تخریب بکنی که زمینه به خودت بماند. و امروز ما و شما بین دوستا در این نکته یک مقایسه میکنیم که آیا به همه حدیث عمل داریم. همه در این مرض مبتلا است. علا بودم فلانی میخواد زمین خود به فلانی سودا کنه، برو تخریبش کن، برو نگذار. بلی مسئله شفعه دیگه چیز است، دایی سوی تفاهم نشود. حق شفعه چیزی دیگری است که خانه‌ای که در پالی خانه ایت است، کسی میخواهد که خریداری بکنه، با مجرد که موضوع به تو رسید فورا دو نفره میگی که بیادرام من شفیع هستم، من حق شفعه خودم میخواهم. یه حق مسلمی توست که شریعت برات داده است.